درود، فروردین شهربانی هستم، روزنامه‌نگار محقق. من زمانی که با گشت پلیس نامحسوس همراه میشم و به اتوبان‌های تهران میریم، تمرکزم روی گزارش گرفتن و پوشش تصویری بعد اجتماعی حوادث و اتفاقات. تمعنم میکنم یه این دفعه رو چشم‌پوشی کنم. پدرم سنی‌خانی بستری الان. اصلا حواسمون به سرعت نبود، گفتم وای. به جون مادرم دیگه این دفعه تون نمیرم. شاید اینو میدونستید که بر اساس آمارهای رسمی 48% تصادفات منجر به فوت در تهران هنگام شب رخ میده. همچنین علت وقوع 27% سوانح رانندگی سرعت و سبقت غیر مجازه. سرعت داری، حرکات مارپیچ داری، داخل تونل رو آروم میاد، به دوبی که میرسی سرعت رو کم میکنی. 80 تا نرفتم، نهایتش 120 تا بود. 130 تا 140 تا سرعت داری. 120 تا رفتم، بیشتر 120 تا نرفتم. ماشین شما برابر قانون 72 ساعت توقیف. شما راننده اسنپی؟ خب امینی دیگه، باید رعایت کنی. کلاس آموزشی 13 نمره منفی هم به شما تعلق میگیره. شما مسافر جابجا میکنی، با جون مردم داری بازی میکنی. مسافرت هم که کمربند نبست. نمیشه با مسافر جماعت صحبت کرد، اصلا نمیشه بهش بگی کمربند ببند یا نبند. میگه به شما هیچ ربطی نداره. منم به خاطر اینکه امتیاز منفی نگیرم چیزی بهشون نمیگم، معمولا میذارم راحت باشم. مسافر ایشون به شما میگه تون برو؟ خیلی خیلی زیاد پیش اومد. شما میری؟ تا اونجایی که بشه نه، مثلا سعی میکنم رعایت کنم. چند تا سرعت اینجا؟ محور آزادگان 90 تا سرعت، 130 تا 140 تا سرعت تو زدی. الاین راست از خط استرار. من میدونی از کجا دنبالتم؟ الان بچه رو گذاشته رو پا، درسته؟ با کوچکترین ترمز بچه رفته کف ماشین. اگه اتفاقی بیفته خودتو میبخشی هستن؟ نه اصلا، من صندلی کودک دارم پشت ماشین. نگاه کن شما، حق با شما صد درصد. میگم ما هم انقدر الان ذهنمون مغشوش این بچه بود، اصلا حواسم نبود. دیدی که اصلا الان میخواستم اینجا بپیچم. آقا پسرت هم عقب نشسته، خب کمربندم نبسته، قاعدتا اومده وسط وایساده. باید ما رعایت کنیم، 100 درصد شما درست میگید. همینجوری میخوای سرعت بدی؟ نه نه، من اصلا حواسم میگم الان اینجا داشتم بچه. شما 140 تا سرعت داری میری تو محور اتوبان ساوه که 120 تا سرعت، اونجا چند تا سرعت میخوای بری؟ اصلا جناب فرما، یه لحظه اینجا سرپایینی هستم، من حواسم به کیلومتر نبود. چون الان کسایی که در سوای کردی درست خانم بچه ها دستن، ولی امانتن دستشون. ما فقط میخواییم از یه حادثه جلوگیری کنیم. وقتی متوجه شدی پلیس دنبالت، به خانم چی گفت؟ من درجا بهش برگشتم گفتم خانم حواسم نبود، پلیس افتاد دنبالمون، الان باید وایسیم بغل. خانومتون چی گفت؟ یه چیزی گفت، بزن بغل دیگه. بچه‌تون چی؟ پسرتون؟ اون هیجان زده شد، گفت آخ جون پلیس. من خانومم یه سیستمی داره، باورتون نمیشه، تو اتوبان 120 منو نمیذاره 100 تا بیشتر برم داخل جاده. الان که الان انقدر حواسمون به این بچه بود. چی شده بچه؟ بچه کلاً الان نمیشه پوش دوربین بگم، کلاً سیستمش به هم خورده. باشه، بچه هست دیگه، بچه سیستمش به هم می‌خوره. نه نه، از نظر چیز از دکتر الان داریم میاریمش، حالش هم خوب نیست، دو سه روزه الان همین حالتو داره. به خاطر این هی من حواسم به این بود، یعنی یه سرم اینوری بود، اصلا حواسم به جلو زیاد درست حسابی نبود. بچه تا بزرگ بشه هزار با زردی قرمزی آبی همه چیو میگیره، ولی اون وسط اگه تصادف رخ بده دیگه. نه حق با شما. وقتی متوجه شدید که پلیس جلوتون داره میگیره چی گفتید به همسرتون؟ گفتم بزن کنار، اشتباه کردی، تو نباید میرفتی دیگه. خب چرا حواستون نبود؟ میگن که شما همیشه مراقبید، این بار نگفتید. آره به خدا، ولی الان که دیگه داشت اصلا حواسمون به سرعت نبود. گفتم وای جواد، مثل اینکه با سرعت میرفتی، بزن کنار دیگه. نمیدونستم اصلا، متوجه نشدیم با سرعت داشت میرفت. فعلا میدونید که خطرناکه دخترتون تو بغلتون گرفتی؟ متاسفانه بغل من فقط میمونه، عقب نمیمونه متاسفانه. آره توی اون سن شما چرا عقب نمیشینید؟ شما چرا عقب نمیشینید؟ نمیدونم آقا. خب میدونید دیگه، تو کشورهای دیگه اینجوریه، مادری که نوزاد داره عقب میشینه. بله درسته. الان نمیشه، میشه لطفا عقب بشینید؟ باش عقب بشین.
بعد شما یه ذره جلوتر نزنی کنار دوباره خانومت بیا جلو. اینا اصول ایمنی بین المللیه. حتما خیال شما را. وقتی دیدی پلیس دنبال باباته بهش چی گفتی؟ توتم واسا. خوشحال شدی؟ توتم واسا پلیس دنبالته. خوشحال شدی؟ آره گفت وایسا پلیس. الان میری برای فامیل تعریف میکنی؟ آره دیده. بگو به همه، بگو بابام خلاف کرد تند رفت، مامانم حواسش نبود که بابا دست عبرت بشه تند نره. باشه ما بهش میگیم پوشش پلاک. الان خودت میتونی پلاک رو بخونی؟ به فاصله یک متری ما پلاک شما رو نمیتونیم بخونیم. یعنی من باید بشینم زمین پلاک رو نگاه کنم بخونم. میشه تخلفاتشون رو برشمارید؟ تخلفاتشون که سرنشین عقب سواری کردن که این خلاف قانونه، پلاکشون پوشش پلاک دارن، اینجا سرعتش 90 تاست، پایین تر از حد مجاز داره میره، اونم لاین وسط داره حرکت میکنه، کمربند هم نبستن، نه راننده نه سرنشین. شما هم دانشجویی؟ دارم. شما هم دانشجویی؟ بله. چی میخونی؟ چی؟ نورش از یاد همون دیدت بازرگانی خندم. بعد به همکلاسیاتون که خانومم هم میتونید بگید که دیشب پشت وانت دراز کشیده بودید انگار جلو تلویزیونی؟ من آره چرا نه؟ میتونم میگه با وانت پیکان رفتیم پشت دراز کشیدیم باد خوردیم ستاره ها رو دیدیم حال کرد. دیگه هر چی که اتفاق افتاده میگفتم، بعد قطعا دروغ نمیگفتم. بعد سوار وانه؟ پشت وانت نشستی واقعا؟ من بچه بودم، دهه 60 بود، دهه 60 چیزی به اسم ایمنی وجود نداشت، ولی الان این کارو انجام نمیدم. چی بگم؟ دروغ نمیگم، راست بهت میگم دیگه. دهه 60 بله خیلی کارو انجام دادم. خونه با هم زندگی میکنید؟ بله بله. کجا؟ کدوم سمته؟ شهر ری. الان کجا داشتی میرفتی؟ الان داشتی میرفتیم چیتگر. چرا؟ چه خبر چیتگر؟ چه خبره؟ تولد رفیقم. تولد شما؟ بله بله. کیک؟ همین امشب دیگه. یعنی فرداست، شبش رو داری جشن. امروز بود. بله بله. مبارک تولد. سلامت بشی. اگر تبدیل به تاریخ وفاتت میشد روی سنگ قبرت مینوشتن تولد و عزا همون اون روز چی میشد؟ تاریخش تشریف بیاریم پایین. شما هم کفشاتو بپوش، گوشی همراهت هست که یه تاکسی اینترنتی بگیریم. این آقا تولدشونه. تولد همین آقا ایشون تولدشونه. شب تولدش میخواد با شب وفاتشون یکیشه. این کار شما به نظرش درسته؟ این کار پشت بانه؟ نه اشتباهه. اگر اونی که مثلا تولدش یه خونت دماغش اومده بود خانوادهش خفت نمیکردن؟ چرا؟ همونجا همون پای ماشین اعدام هم میکردن. حالا این به بعد اگه کسی بگه بازم میخوام بشنم پشت وانت حتی برای مثلا مسیر دوتا خیابون ستا خیابون میگی بیا؟ اصلا الکی جوری دوربین نه. میگی؟ واقعا نه، واقعا یه سوارش نمیکنم. واقعا میدونی خطرناکه؟ بله. میدونی تو کشورهای دیگه چقدر جرم سنگینیه؟ نمیدونستم. نه. بیمه بدنه داری؟ بیمه بدنه نه، ولی بیمه شخص سالس. و سالس رو نداشتی که دیگه نمیذاشتن بیایی تو خیابون. قبول داری که ماشینت دار و ندارته؟ بله. قبول داری که ماشینت برات ناناوره؟ بله. میدونی اگر کسی چیزیش بشه توی وانت تو من بدبخت میشم. توقیف میشه؟ بله من بدبخت میشم، من کاسبی هم همه چیز میفته. توی اون کیسه چرمیه چیه؟ این دعا. چه دعاییه؟ قرآن و آیات الکرسیه. آیا دعا و قرآنی که آویزون کردی از آینه کمک میکنه به اینکه حادثه رخ نده در حالی که دوستاتون پشت سوار کردی؟ نه. تولد شما مبارک. مخلصم داداش. چند ساله شدی؟ من 23 دیگه. اگه ادامه میدادی ممکن بود یه حادثه رخ بده، امشب فوت کنی. چهره رو که نشون نمیده. خدا رو شکر. مرسی خدا. اون موامو نشون نده. میشه.